فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران محمد است که جور سعدمند باشین. ببینین ما در شریعت چیزی نداریم که فلان دعا یا فلان ذکر را 1000 دفعه بخوان یا 2000 دفعه بخوان، یا بعضی کسا حتی اغراق و غلو میکنن میگن 3000، 4000، 10000 دفعه را بخوان. این در شریعت جایگاهی ندارد. از کجا کردید شما این امر روایت ها را؟ اون کسایی که خودشون عالم میگن اینا ایر از کجا کردن؟ آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابه کرام کدام چیزی به این شکل به ما رسیده؟ کدام حدیث به ما رسیده؟ اصلا ما چون این حدیث نداریم. یکی از علایم و نشانه های احادیث دروغین و جعلی امین است که دو بسیار زیاد غلو و اغراق در اعداد می باشه. به این شکل که تو 1000 دفعه مثلا ایره بخوان، 2000 دفعه ایره بخوان. نخیر، چون این چیزی نداریم. توبان اعوذ بالله، توبان اعوذ بالله. این در حقیقت چی میکنه؟ الله را به ما شما رشوت خور نشان میده، یعنی تا که ما رشوت نکنیم الله کار ما را نمیکنه. توبان اعوذ بالله. میبخشیم که ما راست گپ میزنم، رک و راست میگم، به خاطر از اینکه مفهوم از یه چیز است. بدترین انسان کسی هست که در دین چیز را زیاد میکنه و دو غلو میکنه و اغراق میکنه. بله، الله سبحانه و تعالی این خواهر من را که در فقر هستن دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی بداد اینا برسه و الله سبحانه و تعالی دعای اینا را مستجاب بگردانه. در حدیث قدسی میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میگه اگر ما فقر فلان بنده فقیرم را از پیشش بگیرم و ایره ثروتمند بسازم، در حقیقت ایمانش را ما از پیشش گرفتیم. و همچنان درباره کسی که او الله سبحانه و تعالی را ثروت داده، اگر من ثروتش از پیزی بگیرم که او غریب شوه، مسکین شوه، بیچاره شوه، باز هم به ایمان عزیز ضرر رسانده میشه. این حکمت ها نزد الله سبحانه و تعالی هست که کی ثروتمند است و کی مسکین و نادار است. اما بله، ما در احادیث داریم که از کار صبح را شما بخوانید، از کار شام را شما بخوانید، وقتی که خواب کردید به طرف راست طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوابید، از کار نوم را بخوانید، صبح وقت برخیزید، قبل از اینکه شما نماز فجر را ادا میکنید وترتان را بخوانید و با آن تهجد بخوانید، در سجده هایتان خیلی خیلی دعا بکنید، از الله سبحانه و تعالی در سجودتان بخواهید که تا الله سبحانه و تعالی شما را از این حالت نجات بده، و تلاوت فجر را بکنید، چون الله میگوید که ان القرآن الفجر کان مشهودا. تلاوت قرآن فجر توسط ملائک چی است؟ اونها استاد میشن و نظاره میکنن، ملائک اینا را میبینه. از وقتی که ملک داخل خانه کس شد برای دعای زو آمین میگه، و وقت است که ملک آمین گفت پس دعا مستجاب میگرده. پس اینا همین کار را بکنن، تلاوت فجر، تهجد نیمه شب، عشقها در تضرع و تخشع نماز، دعا در سجود. بعد از اینکه 3 بار اینا سبحان ربی العلا میگوین یا 5 بار یا 7 بار، اینا بسیار دعا بکنن در سجودشن و اینا اذکار صبح را هیچ وقت قضا نکنن، و اگر میتونن نمازهای نفلی دیگر را هم بخوانن که اشراق است، اوابین است، نمازهای نفلی بعد از نماز شام است و دیگر نمازها هست ادا بکنن، و اینها سعی بکنن که روزانه کم از کم 3 ساعت قرآن تلاوت بکنن، یک برنامه خوب و زیبای قرآن داشته باشن. به طور مثال 15 دقیقه قبل از هر نماز و 15 دقیقه بعد از هر نماز اینها قرآن تلاوت بکنن، علی خصوص سوره بقره. اگر اینا مثلا سوره بقره را از طرف صبح تلاوت میکنن، بقیه وقت را اینا قرآن را مسلسل قرائت بکنن، و در اخیر قرآن وقتی ختم کردن دعا بکنن و از الله سبحانه و تعالی بخواین، و در وقت دعا کردن در بعد از ختم قرآن
اطفال و صغار را جمع بکنن و بر اینا بگن که آمین بگویید. چرا؟ اونها که هستن معصوم هستن، دهن و دندانشان پاک است، و اگر آمین گفتن اینا مصادف با آمین گفتن ملک ها باشد، الله سبحانه و تعالی دعای اینا را مستجاب میگردند. اما چون این چیزه که ما در اسلام بگیم نه 1000 بار این کار کن، 2000 بار این را بگو، 3000 بار آن، نه خیر، چون این چیزی ما نداریم. این خیلی غلو و اغراق است. و همچنان این تعصب در مقابل قرآن، در مقابل آیات قرآن و دیگر اوراد و اذکار است. چیزایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سر زده، اعمالی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برام داد، در مقابل از اون تعصب است. یعنی اونا را کنار بگذار، فقط امین رو کار را بکن، 1000 بار 10000 بار این را بگو. نه خیر، چون این چیزی ما نداریم. پس این بود نصایح ما برای این خواهر ما. از بارگاه رب منان استدعا داریم که الله سبحانه و تعالی این آره از این حالت نجات بدهد، و الله سبحانه و تعالی این سبب قربتشان به ذات پاک الله سبحانه و تعالی بسازد. اللهم ربنا امین یا رب العالمین.